وجود مقدس پیغمبر اعظم نقطه قانونی توجه محبت‌ها و علایق آحاد ملت‌های مسلمانه. همه عشق می‌ورزن به پیغمبر. این نقطه قانونی است، این نقطه اصلی است. اشکال کار ما این است که ما از مجموعه کامل تعالیم الهی، خطاب به پیغمبر و توصیفی که خدا از پیغمبر می‌کند غفلت می‌کنیم. اگر این مجموعه کامل رو مقابل نظر قرار بدیم، اون وقت اون صراط مستقیمی که پیغمبر بر اون قرار داشته اون جلوی پای ما ظهور پیدا خواهد کرد. اونچه که من در این جلسه مناسب میدانم عرض بکنم این است که برادران عزیز، خواهران عزیز، امروز دنیای اسلام دچار محنت‌های بزرگی است و راه حل اون محنت‌ها اتحاد اسلامی است. امروز دو اراده در این منطقه با یکدیگر در تعارضند. یک اراده، اراده وحدت است، یک اراده، اراده تفرقه است. اراده وحدت متعلق به مؤمنین است. فریاد اتحاد و اجتماع مسلمین از حنجره‌های با اخلاص بلند است. مسلمان‌ها را دعوت می‌کنند به اینکه به مشترکاتشون توجه بکنند. امروز شما ملاحظه کنید از منتهی الیه شرق آسیا در میانمار مسلمان کشی هست تا غرب آفریقا در نیجریه و امثال اینها. این پیام اراده تفرقه است. یه عده هم در این آتش ها می دمند. شیعه انگلیسی هم مثل سنی آمریکایی، مثل همه دولبه یک قیچی هستند. انگلیس ها در منطقه ما همیشه منبع شر بودن. ضربه هایی که اینها به حیات ملت ها در این منطقه انگلیس ها زدن شاید در کمتر نقطه‌ای در دنیا نظیر داشته باشد از روی قدرتی. در شبه قاره هند که امروز هند و بنگلادش و پاکستان است، اونجور ضربه زدن، اونجور مردم رو فشار دادن. در افغانستان یک جور، در ایران یک جور، بالاخره در فلسطین هم که اون حرکت خباثت آلود رو انجام دادن و یک ملت را آواره کردن، ملت فلسطین را. اون وقت این مسئول انگلیسی میاد اینجا میگه ایران تهدید منطقه است. این خیلی بیشرمی میخواد که کسانی که خودشون در طول زمان تهدید و خطر و نکبت برای منطقه بودن بیان کشور مظلوم و عزیز ما رو متهم کنن. اینجوری هن اینو؟